بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرهای مهم و کوتاه از نقاط مختلف کشور. دزدی و لتوکوب کردن یک خانواده در شهر مزار شریف با استفاده از اسم امارت. خبرهای مهم و فوری از درگیری‌های تازه میان نیروهای مقاومت و طالبان. گروه طالبان در مقابله با نیروهای مقاومت تلفات سنگین را متحمل شده است. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها از سراسر افغانستان کانال شهر تیوی را حتما دنبال کنید. بیننده‌های محترم، قبل از آغاز خبرها باید گفته شود که خبرهایی که از مقاومت نشر می شود، منابع محلی نشر می کند و رسانه‌های رسمی اجازه پخش چنین اخبار را ندارند. شجازکی گزارش می دهد که دیشب حوالی ساعت 9 شب 8 نفر مسلح به خانه خالد نام در شهر مزار شریف داخل شدند. این افراد ادعا کردند که ما طالب هستیم، تلاشی میکنیم. تمام اعضای خانواده خالد را در یک اتاق دیگر قفل کردند، بجز خالد و خانومش که به شدت لتوکوب کردند و خالد را برگبار بستند. گفته می شود که تعداد 7 موبایل، مقدار زیورات و پولشان را همچنان به سرقت بردند. بعد از آن ساعت 11 شب حوزه 8 امنیتی می آید و می پرسد که سرکی شک دارید. همچنان حوزه 8 امنیتی می گوید که ما کاری نمی توانیم. حالا سوال اینجاست که اگر حکومت شما به این اندازه ضعیف و ناکاره بوده، چرا یک نظام ساخته شده را نابود و یک ملت را فقیر و ناتوان کردید؟ در همین حال اخبار جبهه مقاومت گزارش می‌دهد که معاون والی خودخوانده طالبان برای پنشیر کشته شده است. معاون والی طالبان در ولایت پنشیر در درگیری درون گروهی کشته شده است. منابع محلی در ولایت پنشیر خبر کشته شدن معاون والی را تایید کردند، اما از نام و علت درگیری بین نیروهای طالبان خبر مخابره نشده است. در همین حال منابع محلی همچنان خبر دادند که مبارزان مناطق خوست همچنین روسای خوشدره با حمله به مازع طالبان تلفات سنگین را با آنها وارد کردند. در ادامه اخبار جبهه یک گزارش دیگر را نیز نشر کرده که 77 طالب در درگیری شب گذشته کشته شدند. مبارزان ولایت پنشیر شب گذشته به مواضع نیروهای طالبان در منطقه دوآب حمله کردند. منابع از داخل سنگرهای مقاومت گفتند که بر اثر این حمله دست کم 31 نفر از نیروهای طالبان کشته و 46 نفر دیگر مجروح شده است. این منابع همچنین تایید کرده که مقادیر زیادی اسلحه و مهمات به دست مبارزان پنشیر افتاده است. باید افزود که شاهدان عینی از حضور فرمانده ها یعنی خالد امیری و حامد سیفی در میان نیروهای پنشیر خبر دادند. در همین حال جبهه ملی آزادی گزارش داده است که مقاومتگران عصر امروز از یک نبرد شدید با طالبان خبر دادند. در همین حال یک منبع به جبهه ملی آزادی میگوید که امروز حدود 2000 طالب وارد دره پنشیر شده است که در چندین کمین در نقاط مختلف پنشیر تلفات بی‌سابقه‌ای برای گروه طالبان وارد شده است. در همین حال اندیپندنت فارسی به نقل از منابع محلی میگوید که در اثر درگیری میان مبارزان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در روستای خوشدره در بلوچستان خوست و فرنگ در شمال افغانستان دو عضو جبهه مقاومت ملی شهید و 4 عضو طالبان کشته شدند. عزیزالله سنگین، دانش آموخته‌ای که به تازگی از هند به افغانستان برگشته بود، و امان الله حکیمی، پسر عموی او، دو تن از مبارزان جبهه مقاومت ملی بودند که بعد از هجوم طالبان به محل اقامتشان در روستای خوشدره کشته می شود. شریف الله سنگین، برادر شهید عزیزالله سنگین، می گوید که روستای خوشدره و دیگر نقاط خوست در ولایت بغلان در تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی می باشد. بیننده‌های محترم، نظر شما در مورد این خبرهای امروز که رسانه‌های محلی و رسانه‌های رسمی در افغانستان اجازه نشر آنها را ندارد چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از این که تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.